چند تایتان درس اساسی میخوانید در پوانتونایت. این گفته های رئیس جمهور با موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. چند تایتان اداره چانس سوم و چهارم میخواهید؟ طرف نسل خودم ببینید. بدبختانه فساد نسل شما کم نیست. باز مردم مجبور میکنید که سرکفنکش قدیم شکر کنند. فریحه ایثار از شرکت کنندگان این مناظره که بخشی از گفته های رئیس جمهور در پاسخ به پرسش های او انتقاد برانگیز شدند. او در صفحه تویترش نوشته است که رئیس جمهور به جای پاسخ به پرسش هایش به جوانان توهین کرده است. در جریان صحبت های ما گفته می شد که دیگر نگذارینش که مثلا صحبت بکنه یا بس است یا به هر دلیل یا ای که نوبت بر دیگر برسه یا ای که ما دارم مثلا حقیقت هایی را میگم که به نظر کسی باید به تعداد باید گفته نمی شد. من فکر میکنم که به هر دلیل یعنی خودش سانسور نشان میده. در همین حال آرش شهیرپور یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مناظره در صفحه فیسبوکش از سانسور پرسش هایش از سوی برگزار کنندگان این مناظره انتقاد کرده است. این رقم تعمیم بخشیدن به یک نسل از کشور که نسل رنج و خون و بدبختی بوده که عاملش همین بزرگ سالا بودن بسیار غیر منصفانه است و امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور به زودترین فرصت صحبت های خود اصلاح کنه. پس از پایان این مناظره بخشی از این گفته های رئیس جمهور با دیدگاه های گوناگون کاربران در صفحه های اجتماعی دست به دست شدند. شانه خالی کردن رئیس جمهور از مسئولیت هاست که بر جوانان فراهم نکرده، امکانات مثلا درسی، امکانات مالی، دسترسی به تکنولوژی را. رئیس جمهور ما حداقل به این فکر کنه که یک راه کار چاره برای جوانان ما بیاورند، نه اینکه بیاین کارهای نکرده خودشان با لاپوشانی با حرفایی که میزنن بر علیه جوانان او رو لاپوشانی کنن. اما ریاست جمهوری ادعاهای سانسور در این مناظره رئیس جمهور را رد میکند و میگوید که رئیس جمهور زمینه را برای جوانان فراهم کرده است تا در تصمیم گیری های بزرگ سهم بگیرند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نیمی از کابینه حکومت را جوانان ساختند.